سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما طبق قولی که بهتون توی ویدیو اکباتان دادیم اومدیم به مرکز خرید مگامال تا این پاساژ جدید و زیبا رو بهتون نشون بدیم. مرکز خرید مگامال تو محله اکباتان تهرانه، توی فاز 2 5 طبقه داره و حدود 200 واحد تجاری. امکانات خوبی داره مثل فودکورت، شهربازی، پارکینگ، هایپرمارکت و سالن‌های سینما که ما تو این ویدیو حتما بهترین جاهاش رو بهتون نشون میدیم. اینجا طبقه همکفه، کلی فروشگاه تو این طبقه هستش. از اینجا به هایپر مارکت هم دسترسی داریم. یه کافه هم اینجا هستش که میتونید ازش استفاده کنید و این هم بخشی از فضای داخلی مگامال. مگامال تو طراحی و ساختش اونطور که خودشون اعلام کردن از مرغوب ترین مساله ساختمانی استفاده کردن که میتونه در مقابل زلزله‌های 9 ریشتر مقاومت کنه، که از این نظر اگه حرفشون درست باشه خب خیلی خوبه. شما تو این مرکز خرید فروشگاه زیادی رو میبینید، مثل فروشگاه کیف و کفش، فروشگاه لباس، صنایع دستی، لوازم آشپزخونه و لوازم خونه، کلن دکوراسیون داخلی، محصولات آرایشی و بهداشتی و ورزشی. کلن تنوع کالایی بالایی داره این مرکز خرید. برندهای خوبی هم اینجا شعبه دارن، مثل جین وست که به نظرم اول ویدیو بریم یه خورده قیمتهای این لباس فروشی جین وست هم با هم دیگه ببینیم. خب از این تیشرت شروع کنیم که این تیشرت یقه‌دار قیمتش با تخفیف 399 هزار تومنه که حدود 13 دلار میشه برای افرادی که دوست دارن قیمت‌ها رو به دلار بدونن. این لباس هم که قیمتش اینجاست با تخفیف 899 هزار تومنه یا حدود 30 دلار. بریم قیمت عطر هم به هم ببینیم. این عطر قیمتش 179 هزار تومنه. خب از نظر حالا میلی حساب کنیم خیلی کمه، حدود 6 دلار میشه. کلا بهتون بگم که تو ایران حقوق روزانه وزارت کار، یعنی حداقل حقوق، روزی حدود 190 هزار تومنه یا مثلا 6 دلار بخوام حساب کنیم،
در واقع حداقل حقوق حدود 5,700,000 تومانه. حالا خودتون حساب کنید که این قیمت ها که ما داریم اینجا بهتون میگیم نسبت به درآمد چقدر کمه یا چقدر زیاده، یا کلن تو کشور یا شهر که دارین زندگی میکنید قیمت ها چجوریه. حتما مثل همیشه تو قسمت کامنت ها نظرتون رو بگیم. این شلوار دخترونم قیمتش خورده 1,099,000 تومان یا حدود 36 دلار حدوده. خب بریم به طبقه اول اونجا هم ببینیم. اینجا طبقه اوله، اینجا هم کلی فروشگاه لباس و لوازم خانگیه. ساعت کار مگامال هر روز از ساعت 10 صبح تا 11 شب. دسترسی خیلی خوبی هم داره. شما به راحتی میتونید تو خط 4 مترو تو ایستگاه شهرک اکباتان از قطار پیاده بشین و با حدود 1-2 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. با تاکسی یا ماشین هم میتونید به اینجا بیان که بعد از سمت میدان آزادی یا اتوبان ستاری به فاز 2 شهرک اکباتان بیاین و به مگامال برسین. نگران جای پارک هم نباشید، چون اینجا یه پارکینگ 3 طبقه داره که ظرفیت حدود 2800 تا ماشین جا میشه. اگر هم نخواستید تو پارکینگ پارک کنید، فضای بیرونش اگه تو روز غیر تعطیل بیاین خیلی جای پارک خوبی داره. از این تابلو هم که تابلو راهنماه میتونید ببینید دیگه که مگامال چه امکاناتی داره. اینجا طبقه دومه که اگه بخواییم طبقه همکف رو هم یه طبقه حساب کنیم میشه طبقه سوم. نظرتون چیه؟ بریم به این فروشگاه لوازم خانگی و ببینیم قیمت مبلمان و اینا چنده. خب اینجا میبینید دیگه چه فروشگاه بزرگیه، تنوع کالای بالایی هم داره.
مثلا این میز نارخوری ببینیم، قیمتش 19 میلیون و 500 هزار تومنه، میز نارخوری 6 نفر است، میشه حدود 650 دلار. این مبل هم 35 میلیون و 500 که حدود 1180 دلار میشه. تو اطراف مگامال جای تفریحی خوبی هست، البته با مترو یا ماشین باید بریم. منظورم اینه که پیاده مسیر زیادیه، ولی با حدود 5 تا 10 دقیقه با ماشین میتونید به پارک ارم یا باغ وحش ارم برسید، میتونید به دریاچه یا پارک چیتگر هم برسید و از این مکان‌های تفریحی استفاده کنید. اینجا هم یه فروشگاه هستش که تخفیف گذاشته، اگه میبینید جلوش انقدر شلوغه به خاطر تخفیفشه. اینجا هم یه مغازه دکوری جالبه که به نظرم بد نیست بریم داخلش هم بهتون نشون بدم. کلا تو این ویدیو داریم مغازه زیادی رو نشون میدیم که اگه دوست نداشتید دیگه ببخشید. به نظرم اگه علاقه به این دکوریا دارید اینجا خیلی میتونه به دردتون بخوره، خیلی کامله. خب ما اومدیم به آخرین طبقه و اینجا آخرین جایی که تو این ویدیو میریم. تو این طبقه سالن‌های سینما هستش، شما میتونید جدیدترین فیلم‌ها رو توی ایران توی این سینماها ببینید. اگه اینترنتی بلیط خریداری کردید که به وسیله این دستگاه‌ها میتونید بلیط خودتون رو تحویل بگیرید. این سینما 7 تا سالن داره که ظرفیت حدود 1200 نفر توش جا میشن. تو سال 1396 هم افتتاح شده و مجهز به اولین سالن سه‌بعدی صداه. خب دوستای عزیزم خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، خیلی ممنون بابت کامنتاتون، خیلی ممنون بابت حمایتتون، واقعا ازتون ممنونیم. مثل همیشه شاد باشید، حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو تو قسمت کامنت ها به ما بگین.
مواظب خودتونم باشین، چون ما همیشه گفتیم که خیلی شما رو دوست داریم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.